جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا برای امور سوریه روز سه‌شنبه در جلسه کمیته روابط خارجی سنا گفت ترکیه مصمم به تهاجم علیه کردها در منطقه شمال شرق سوریه بود. قانونگذاران آمریکایی در این جلسه در مورد پر کردن خلأ خروج نیروهای آمریکا از سوریه توسط نیروهای جمهوری اسلامی ایران، روسیه و دولت سوریه ابراز نگرانی کردند. با خانم شهلا رسه از مقابل کنگره آمریکا گفتگو می‌کنیم. خانم رسه، از نگرانی قانونگذاران آمریکایی لطفاً بر ما بگید. جیمز جفری دیروز در این جلسه به قانونگذاران گفت که پرزیدنت ترامپ در تمام سطوح برای ترکیه روشن کرد که با اشغال شمال روسیه مخالفه و گفت که این اقدام منجر به تضعیف جنگ علیه داعش میشه و آواره شدن غیر نظامیان. به بخشی از صحبت آقای جفری گوش بدید. ما به ترکیه گفتیم دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد. آنها در این حمله خیلی جلو نخواهند رفت و همینطور هم شد. همونطور که میبینید آنها اکنون با ما و هم با روسیه در توافق آتش بس هستند. ما با آنها گفتیم دقیقاً این کار به کجا خواهد کشید و تقلای آنها در شمال شرق سوریه به خاطر چیزی که آنها نمیتوانند به آن برسند بیفایده است. آقای جفری گفت که در مقایسه با یک هفته پیش آمریکا در موقعیت بهتری قرار داره و افزود ترکیه موافقت کرده که وارد یک آتش‌بس دائمی تری بشه و در طی ما هم پذیرفتیم که طی مدت تحریم‌های جدید علیه ترکیه اعمال نکنیم. اما اعضای کمیته روابط خارجی سنا از جمله جیمز ریش رئیس کمیته در مورد اقدام ترکیه اینطوری ابراز نگرانی کردند. اقدامات ترکیه علاوه بر قربانی کردن دستاوردهای ما در جنگ با داعش، بی‌ثباتی و هرج و مرج را در کشوری که هم‌اکنون از سالها تخریب و مصیبت رنج برده افزایش می‌دهد و گزارش‌ها حاکی است که اقدامات ترکیه درها را بر روی ورود نیروهای ایران و روسیه و اسد و حامیان آنها در مناطق شمال باز کرده است. برخی از اعضای کمیته دولت را متهم کردند که کردهای سوری را در مقابل حملات ترکیه به حال خودشون رها کردند، از جمله سناتور دموکرات کریس کونز که این مطالب را هم اضافه کرد. هیچ کس نمی‌خواهد نیروهای آمریکا به طور نامحدود به خدمت و جنگ در خاورمیانه و جنوب آسیا ادامه دهند. اما تصمیم پرزیدنت ترامپ مبنی بر خروج ناگهانی و قبل از موقع نیروهای آمریکا از سوریه و نداشتن استراتژی برای راه پیش در سوریه به عنوان یک اشتباه تاکتیکی و استراتژیکی ثابت خواهد شد. رند پال سناتور جمهوری‌خواه دیروز یک مصوبه مجلس رو در مورد که اقدامات ترکیه رو رسما باهاش مخالفت میکنه جلوی رأی‌گیری در مورد اون رو مسدود کرد در سنا. دو طرح تحریمی هم علیه ترکیه در آماده شده در سنا، ولی به نظر نمیرسه که کنگره بر تصویب هیچ یک از اونها به این زودی ها اقدام بکنه. در ضمن اضافه کنم که آقای جیمز جفری هم اکنون از ساعتی پیش در جلسه مشابه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان شرکت کرد.